سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت جمهوری اسلامی هرگز اجازه تجزیه عراق را نمیدهد و این موضوع را به سراحت به دولت اقلیم کردستان اعلام کرده است. این مقام ایرانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم به حمایت نخست وزیر اسرائیل از استقلال کردستان عراق اشاره کرد و هشدار داد ایران جلوی تحقق های نتانیاهو را خواهد گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته پیش با اعلام حمایت از ایده استقلال کردستان عراق تحقق آن را زمین ساز همکاری های گسترده تر با نیروهای میانه رو در منطقه خاور میانه دانست مسعود بارزانی رئیس دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق هفته پیش اعلام کرد در نظر دارد ظرف چند ماه همه پرسی استقلال از عراق را برگزار کند آقای امیر عبداللهیان رهبران کردستان عراق را به خیشتنداری فراخواند و تاکید آنان بر برگزاری همه پرسی را شتاب زده دانست. کمال <مید> شیرخانی یک ایرانی مدافع حریم ولایت در سامر را کشته شد. آقای شیرخانی پس از علیرضا مشجری عضو یگان ویژه صابرین و شجاعت علمداری خلبان سومین ایرانی عضو سپاه است که در درگیری های عراق جان باخته است. گفته می شود آقای شیرخانی در جریان حمله خونپارهی نیروهای داعش به حرم امامین اسکرین در سامه را کشته شده است. در تنها تصویری که از کمال شیرخانی منتشر شده وی لباسی شبیه لباس یگان ویژه سابرین سپاه پاسداران برتن دارد. گزارش شده برخی اعضای این یگان برای مقابله با نیروهای داعش وارد خاک عراق شدند. روزنامه واشنگتن پست در مقاله نوشته اشتباه محاسباتی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران را به مرحله خطرناکی رسانده است به نظر نویسنده این مقاله حل مسئله داعش در هر حالت برای ایران یک بازی باخت باخت است جمهوری اسلامی اگرچه رسما موضوع کمک نظامی و گسیل سپاه قدس به عراق را تکذیب کرده اما بر اساس اسناد و گزارش رسانه های معتبر واسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به همراه تجهیزات نظامی در عراق به سر می دیوید اگنشز در مقاله‌ای در واشنگتن پست منتشر کرده و در آن به قدرت رسیدن داعش در عراق را نه تنها معلول اشتباهات آمریکا بلکه نتیجه اقدامات قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی در سوریه و عراق دانسته است به گزارش دویچه وله وی به انتقاداتی که درباره عملکرد آمریکا در عراق مطرح می شود اشاره کرده و نوشته است اکثر تحلیل هایی که درباره موقعیت کنونی عراق ارائه می شود بر اشتباهات آمریکا و خطرات بالقوه‌ای که این اشتباهات برای منافع آمریکا دارد متمرکز شده. اما ما باید کوتح نظری ملی ما را کنار بگذاریم و به این نگاه کنیم که اتفاقاتی که اخیرا روی داده چه معنایی برای جمهوری اسلامی دارد کشوری که 900 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و به شدت مایل است هجمونیش را در آنجا تقویت کند. این تصویری خوشحال کننده نیست اگنشز به نقل از دریک هاروی که سالها تحلیلگر امنیتی عراق بوده و در حال حاضر استاد دانشگاه فلوریدای جنوبی است اقدامات قاسم سلیمانی در عراق و سوریه را مسبب سوق دادن سنی ها به سمت تندروی دانسته است هاروی برخی از اشتباهات سلیمانی را اینگونه برشمرده است او فرصتهایی را برای اقدامات اعتدالآمیز از دست داد اقداماتی که میتوانست منافع ایران را حمایت کند همکاری او با گروه های تروندرو در سوریه منجر به تشدید بحران در این کشور و گسترش آن به عراق شد امتناع او از همکاری با گروه های میانرو در عراق و نزدیکی به نوری المالکی زمین ساز به وجود آمدن یک دولت یا خلافت اسلامی در عراق شد. اگنشه زردامه مقاله خود ادامه میدهد که از دید جمهوری اسلامی برقراری خلافت اسلامی در شمال غربی عراق و مرز سوریه یک فاجعه است. جمهوری اسلامی برای مقابله با این حرکت نیروهایی را که در خاک عراق دارد به منظور متوقف کردن پیشرفت سنی ها به سمت فرودگاه بغداد بسیج کرده است. به نظر مقاله نویس واشنگتن پست ایرانی ها شاید فروپاشی ارتش عراق که از سوی آمریکا تعلیم دیده بود هستند و در نتیجه به سمت شبه نظامیان شیعه که توسط قاسم سلیمانی تعلیم دیدن چرخش پیدا کردند اما این دلگرمی دادن به شبه نظامیان شیعه فقط ظرفیت استفاده از خشونت را بیشتر می کند خشونتی که نتیجه آن دو قطبی شدن بیشتر منطقه و قویتر شدن خلافت اسلامی است دیوید اگنشز پرامد فاجعه بار دیگر اقدامات قاسم سلیمانی برای ایران را تسریع پروسه استقلال کردستان از عراق در حکومت داعش دانسته است پس از سقوط شهر موسل و تکرید نیروهای کرد سریعا به سمت غرب رفتند تا از کرکوک و چاهای نفت آن حفاظت کنند. بلا فاصله مسعود بارزانی اعلام کرد که برای استقلال کردستان از عراق رفراندوم برگزار خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل نیز قبلا اعلام کرده بود که از تشکیل کردستان مستقل حمایت می کند. تشکیل یک کشور مستقل کرد می تواند منجر به بالا گرفتن احساسات ناسیونالیستی کردهای ایران شود که حداقل ده درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و این می تواند باعث بروز ناآرامی های منطقه ای در ایران شود. بهترین شانس برای نگاه داشتن کردستان به عنوان بخشی از عراق کم کردن قدرت شیعیان در دولت آینده فدرال عراق است و این حقیقتی تأسفبار برای قاسم سلیمانی است. اگر قرار باشد حکومت داعش از طریق حمله نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی سرکوب شود بهترین راه تقویت مواضع سنیها و طرفداران عربستان سعودی در عراق است و این یک بازی دو سرباخت برای قاسم سلیمانی است در پایان مقاله واشنگتن پست هم آمده که رویدادهای اخیر نشان داده که قاسم سلیمانی باید از امیدش برای تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت شیعه ای ایرانی در منطقه ای که عمدتا از سوی عرب سنی اداره می شود دست بکشد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس واحد برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از زمان حمله آمریکا به عراق در منطقه برای ایران ما جراجوری می کند چندی قبل ساندی تایمز و برخی دیگر از رسانه ها فاش کردند که او به همراه 67 مشاور ارشد نظامی ایران به عراق سفر کرده و همکنون فرماندهی عملیات نیروهای عراقی را عهدهدار شده است بر اساس گزارش این رسانه ها سلیمانی سلاحهای سبک و نیمه سنگین موشک و تیربارهای سنگین و مقدار قابل توجهی مهمات نیز به همراه خود به عراق برده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با دفاع از مذاکرات هسته‌ای ایران تاکید کرده نمایندگان در جریان کلیت موضوع هستند. به گفته ما در مذاکرات خطوط قرمز مشخصی داریم و از آنها هم عدول نکرده و نمی کنیم. به افسوده مسیری را طی خواهیم کرد که مذاکرات ادامه یابد و به نتیجه برسیم. آقای لاریجانی با اشاره به موارد اختلاف میان ایران و گروه پنج به علاوه یک نیز گفته است در برخی موارد فاصله زیادی داریم. تعداد سانتروفیوش ها، فردو، آب سنگین عراق، لغو تحریم ها و زمان قرنطینه از جمله موارد اختلافی است که البته تیم مذاکره کننده چارچوب مشخصی دارد در همین خصوص ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته مذاکره کنندگان کوتاه بیایند به ایران راهشان نمیدهیم به همچنین از وجود ابهام در مذاکرات هسته خبر داد و گفت تیم مذاکره کننده با مجلس شفاف نیستند صادق خرازی دیپلمات پیشین با تمجید از محمد جواد ظریف گفته است ما در قبل شاهد مذاکره نبودیم بلکه الان است که مذاکره و چانه زنی توسط آقای ظریف انجام می شود آقای خرازی در مورد همکاری جمهوری اسلامی و آمریکا هم گفته است این اولین باری نیست که آمریکایی ها از ما میخواهند تا در بحث عراق یا افغانستان با آنها همکاری کنیم. قبلا ما در ارتباط با کمربند سبز امنیتی در عراق با آمریکایی ها به توافق رسیدیم و امنیت عراق بعد از آن دوره خشن و جنگ های داخلی با درایت جمهوری اسلامی به یک سامانی رسید. آقای خرازی گفته ما در افغانستان و عراق دو حوزه مهم داریم که منافع نزدیکتری را دنبال میکنیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن استعلام از وزارت اطلاعات برای مشاغل حساس اجباری می شود. مجلسی ها همچنین در تذکر کتبی خطاب مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع بیان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضایی شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نشست علنی با کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی استعلام از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای انتصاب افراد در مشاغل حساس را الزامی خواهد کرد. پیش از این نیز هر وزارتخانه و سازمان دولتی پس از استعلام از مراجع قضایی و گزینش به ویژه برای مشاغل حساس برای استخدام کارکنان خود اقدام می کرد. موضوعی که اکنون و در صورت تصویب نهایی مجلس با استعلام از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شکل الزامی و جدیتری به خود خواهد گرفت. اداره کل حراست هر سازمان یا وزارتخانه در ایران به نوعی زیر مجموعه وزارت اطلاعات محسوب می شود و وظیفه دارد که بر اساس موازین این وزارتخانه رفتار کند. اکنون و بر اساس آنچه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داده کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده پنج قانون گزینش و معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که به سایر دستگاه ها تسری پیدا کرده در نشست علنی مجلس بررسی شده و نمایندگان با 127 رأی موافق از مجموع 229 نماینده به آن رأی دادند در جزئیات این طرح پیش بینی شده که دستگاه های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام کنند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند. در ادامه جزئیات این طرح آمده که در غیر این صورت استخدام بلا اثر و فاقد اعتبار محسوب می شود و هر گونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است. نمایندگان پس از تصویب کلیات این طرح بررسی جزئیات آن را به جلسه علنی فردا سهشنبه موکول کردند در همین حال نماینده ارومیه یکی از مخالفان این طرح تصویب آن را موجب امنیتی شدن گزینش دانست که باید از آن پرهیز شود نماینده کرمانشاه سعید حیدری طیب تصویب این طرح را موجب خط کشیدن میان مردم دانسته و نیز به عدم وضوح و شفافیت مشاقل حساس اشاره کرده که به نظر او میتواند موجب تفسیرهای اشتباه شود. در خبری دیگر در مجلس ایران ده نماینده مجلس در تذکر خطاب به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پهنای باند و رفع فیلترینگ را موضوعات فرعی خوانده و خواستار عدم پرداختن به این موضوعات شدند پیش از این مقام های مختلف دولتی خواستار رفع فیلتر شبکه های اجتماعی شدند این ده نماینده مجلس همچنین به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تذکر دادند و خواستار ایستادگی بر اصول حکومت اسلامی شدند این نمایندگان از وزیر ارشاد خواستند از فعالیت در حوزه های کتاب و سینما که آنها آن را غیر فرهنگی خواندند جلوگیری کند همچنین برخی دیگر از نمایندگان نیز در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویر ممنوع خروج و ممنوع بیان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضاییه شدند روح الله حسینیان، جواد کریمی قدوسی، محمد اسماعیل کوسری، فاطمه آلیا و مرداد بصرپاش از اعضای جبهه پایداری در مجلس از جمله امضا کنندگان این تذکر هستند. محمد موسوی نژاد نماینده دشتستان در مجلس و یکی از امضا کنندگان تذکر به وزیر دادگستری ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی خواند آقای موسوی نژاد به خبر آنلاین گفت اگر این دولت این مصوبه را لغو کرده است باید آن را اعلام کند تا زمانی که حکم مصوبه لغو نشده است حکم مصوبه پابرجاست جلال جلالی زاده نماینده مجلس ششم در واکنش به این تذکر درخواست این ده نماینده مجلس را توهین به ملت و تخریب سرمایه های اجتماعی و نمادین کشور خواند وی در گفتگو با خبرگزاری ایلدا اضافه کرد بهتر است این نمایندگان لحظاتی از هوای خونک مجلس بیرون آیند و از مردم نظر خواهی کنند که مشکلات مردم چیست و چقدر در راستای حل مشکلات آنها گام برداشتند و بپرسند که چه کسی در قلب مردم حضور دارد. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بارها خبرهایی درباره ممنوع خروج و ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران منتشر شده است. پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری برخی رسانه ها از لغو ممنوع خروج شدن خاتمی خبر دادند اما غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضایی 22 مهر ماه 1392 در پاسخ به پرسشی در این باره گفت کسانی که در جریان فتنه 88 ظلم کردند تفاوتی در مورد آنها رخ نداده است و مراحل قبل برای آنها اجرا می شود اتفاق جدیدی رخ نداده است شورای استانداری نینوا اعلام کرد شخصی که در تصویر وی در فیلم ویدیویی نماز جماعت داعش در موسل منتشر شده ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده مسلمانان نیست بلکه ابوبکر خاتونی دیگر تروریست داعش است سعد موان سخنگوی وزارت کشور عراق نیز ضمن ساختگی خواندن فیلم ویدیویی سرکرده اصلی گروه تروریستی داعش گفت البغدادی زخمی شده و برای معالجه به سوریه منتقل شده است در رویدادی دیگر مرتبط با بحران عراق منابع رسانه ای خبر دادند بر اثر یک حمله انتحاری در غرب بغداد دو نفر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند و در رویدادی دیگر تعدادی از مساجد و حسینی های شیعیان در موسل توسط گروه تروریستی داعش تخریب شدند خبرگزاری فرانسه نوشت دست کم شش مسجد و حسینیه شیعه و چهار زیارتگاه سنی یا مربوط به اهل تصفف در نقاط مختلف استان نینوا در شمال عراق به دست گروه داعش تخریب شده است. اعتلاف فهرست الوطنیه عراق به رهبری عیاد علاوی احتمال حصول توافق برای انتخاب رؤسای سگانی دولت عراق را در جلسه آینده پارلمان بسیار بعید دانست. سه گروه مهم شیعه در عراق برای سومین بار مخالفت خود را با نخست نوری مالکی اعلام کردند. از مهمترین گروه های شیعه مجلس اعلا جریان صدر و اعتلاف وطنی هشدار دادند انتخاب دوباره مالکی به تجزیه عراق منجر می شود و به تشدید بحران در این کشور دامن می زند. عیاد علاوی نخست وزیر سابق عراق و رئیس اعتلاف وطنی به رویترز گفته زمان آن رسیده که مالکی صحنه سیاسی را ترک کند علی بشیر عضو مجلس علای اسلامی نیز تاکید کرده است بقای نوری مالکی در پست نخست وزیری عراق مشکلات و بحران این کشور را افزایش می دهد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مرگ نوجوان 16 ساله فلسطینی را محکوم کرد. آقای نتانیاهو وعده داد دولتش قاتلان این نوجوان را مجازات خواهد کرد. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل و پلیس این کشور گروهی از یهودیان افراطی را در این ارتباط بازداشت کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مرگ نوجوان 16 ساله فلسطینی را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای نتانیاهو همچنین گفت که اسرائیل افراد قاتل این نوجوان را مجازات خواهد کرد. به ابزود، کشور ما این گونه است که با همسایگانش متفاوت است در کشور آنها قاتلان به عنوان قهرمان تمجید می شود و میدانها به نام آنها نامگذاری می شود نخست وزیر اسرائیل از همه طرفین خواست مسئولیت پذیری نشان دهند و از وخیم تر کردن وضعیت خودداری کنند. وی گفت من فریادهای مرگ بر عرب ها و همینطور مرگ بر یهودی ها را محکوم می کنم. محمد ابو خدیر 16 ساله چندی پیش ربوده و بر اساس گزارش ها به صورت زنده سوزانده شده بود. رخدادی که کشف آن در روزهای اخیر با کنش های شدید فلسطینیان و درگیری در قدس شرقی و شهرک های عرب نشین اسرائیل را به دنبال داشته است. در همین حال، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل شنبت و پلیس این کشور گروهی از یهودیان افراطی را در ارتباط با روایش محمد ابو نوجوان فلسطینی و قتل او بازداشت کردند خبرگزاری فرانسه در گزارش از این رخداد می که اگرچه انتشار جزئیات بیشتری از هویت این مزنونین به حکم دادگاه ممنوع شده است اما سازمان حقوقی هنینو که از یهودیان افراطی دستراستی دفاع می کند اعلام کرده است که وکالت این شش نفر را بر عهده دارد به گفته یکی از سخنگویان سازمان هنینو دادگاه اسرائیل حکم بازداشت پنج نفر از این مزنونین را برای مدت هشت روز و نفر ششم را برای پنج روز تمدید کرده است ربودن محمد ابو خدر در پی قتل سه نوجوان اسرائیلی در کنانه باختری رخ داد که همین مسئله ماجرا را به انتقام گیری شبیه می سازد. تحقیقاتی که در رابطه با چگونگی قتل محمد ابو خدیر انجام گرفته است نشان می دهد که ریه او انباشته از دود بوده و همین امر گواه آن است که مقتول قبل از سوزاندن زنده بوده است. محمد ابو خدیر روز جمعه به خاک سپرده شد در حالی که مراسم تشییع جنازه او علا رغم تدابیر امنیتی به اعتراض گسترده فلسطینی ها علیه اسرائیل تبدیل شد. عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواستار به تعویق افتادن اعلام نتایج مقدماتی شمارش آرا شد. قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج شمارش آرا را چند روز پیش اعلام کند اما پس از اعتراض های ستاد آقای عبدالله که میگوید در روند رایگیری و شمارش آرا تقلب و تقلف شده اعلام نتایج تا امروز دوشنبه به تعویق افتاد اشرف غنی احمد زای نامزد دیگر انتخابات گفته اعلام نتایج نباید بیش از این به تعویق بیفتد قرار است نتایج نهایی روز 24 ژوئیه اعلام شود اعتلاف مخالفان بشار اسد برای برگزاری نشستی سه روزه از یک شنبه شب در استانبول گرد هم آمدند. به گزارش آسیاشیتت پرس قرار است در این نشست رئیس جدیدی برای این اعتلاف انتخاب شود. همچنین قرار است در این نشست آخرین تحولات سوریه و عراق و اشغال مناطقی از این دو کشور توسط گروه داعش مورد بحث قرار گیرد. مصطفی اوسو از اعضای اعتلاف مخالفان سوریه به این خبرگزاری گفته است دوری ریاست احمد جربا بر این اعتلاف به پایان رسیده و قرار است جانشینی برای او تعیین شود. پلیس ترکیه با صدور دستورالعملی به شهربانی های سی استان تحت امر خود در این کشور خواستار انجام عملیات علیه جماعت فتح الله گلن شد. در این دستور عمل همچنین از شهربانی های, های ترکیه خواسته شده تا عملیاتی را با هدف کشف مدارکی در بایگانی های احتمالی جماعت گلن ساماندهی کنند. در پی عملیات پلیس و دادستان استانبول علیه فساد مالی و ارتشاع شماری از منتصبان دولت ترکیه از جمله برخی تجار و سه نفر از فرزندان وزرای سابق کابینه مقامات دولتی این کشور از جمله رجب طیب بردوغان از دولت موازی به رهبری فتح الله گلن به عنوان عاملان این عملیات نام بردند نخست وزیر ترکیه بارها اعلام کرده است دولت آنکارا همچنان به شناسایی و برکناری هواداران این جماعت در ساختار دولتی ادامه خواهد داد آوارگان سوری از کشورهای مسلمان خواستند که در ماه رمضان کمکهای خود را از آنان دریغ نکنند. طی ماه گذشته کاهش کمکهای انسانی به این آوارگان وضعیت آنها را وخیمتر کرده است. میسان بختیاری از ترکیه گزارش میدهد. چهارمین ماه رمضان در سوریه پس از نارامی ها در این کشور در حالی آغاز شده که وضعیت آوارگان سوری و مناطق جنگ زده همچنان وخیم و نگران کننده هستش به ویژه کاهش کمک های انسانی در ماه اخیر وضعیت آوارگان رو بغرنج تر هم کرده از جمله در این رابطه آقای احمد زبیر دبیر کل انجمن ترکمنان سوریه گفته که سوری ها به دلیل کاهش کمک ها و سپری کردن ماه رمضان با مشکلات زیادی روبرو هستند ایشون گفتن ما در بسیاری مناطق حتی از تامین مایحتاج اولیه مانند آب، دارو، غذا و چادر ناتوان هستیم میدونیم به دلیل بمباران های بی وقفه ارتش اسد به مناطق روستایی و به ویژه استفاده مکرر از بمب های بسیاری از مردم غیر نظامی سوریه ناچار شدن خانه و زندگی و کسب و کار خودشون رو رها بکنن و به مناطق امتر این کشور پناه ببرن آقای زبیر در همین رابطه به وضعیت آوارگان سوری در مناطق اطراف لازقیه اشاره میکنه و میگه که 50 هزار آواره سوری ساکن روستاهای اطراف لاذقیه نیاز فوری به کمک های اولیه مانند آب و آشامیدنی دارو غذا و باید چادر دارن ایشون گفتن از جهان اسلام تقاضا داریم که کمک های خودشون رو در ماه رمضان از آوارگان سوری دریغ نکنن اما در همین رابطه یعنی موضوع کمک رسانی به آوارگان سوری دو روز پیش آقای جاستین گرنینگ وزیر رشد بین المللی انگلستان همراه با هیئتی از شهرک کانتینری منطقه اون ترکیه دیدن کردن ایشون در ملاقات با مقامات ترکیه قول کمک و یاری رسانی به آوارگان سوریه ساکن ترکیه رو دادن و گفتن دولت او در این زمینه به پناهندگان سوریه ساکن ترکیه کمک مالی خواهد کرد بارها میدونیم دولت ترکیه اعلام کرده که میزان کمک های کشورهای خارجی به آوارگان سوریه ساکن در ترکیه بسیار ناچیز بوده در حالی که این کشور به تنهایی در طی مدت حدود 2.5 میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرده ولی خب تامین هزینه نزدیک به یک میلیون آواره سوری در ترکیه آن هم به تنهایی از سوی این کشور غیر ممکن هستش. به این موضوع هم اشاره بکنیم که سازمان ملل متحد طرح کمک رسانی فوری به پناهندگان سوری رو در سال 2004 مطرح کرده بر اساس این طرح شمار پناهجویان سوری در خارج از این کشور تا پایان سال 2004 میلادی به بیش از 3.5 میلیون نفر خواهد رسید و تخمین زده شده در طی این مدت تعداد این پناهندگان در ترکیه از مرز یک میلیون نفر هم بگذره حتی روز جمعه گذشتم سخنگوی صندوق بین المللی کودکان یونیسف اعلام کرد که در حال حاضر بیش از 6.5 میلیون کودک سوری در این کشور به کمک مستقیم کشورهای خارجی وابسته هستند متاسفانه ایشون کردن دو مشکل عمده این کودکان در واقع دارن یکی مسئله آموزش اونها و دیگری مسئله تامین آب آشامیدنی هستش در همین رابطه هم کمیساره عالی سازمان ملل متحد از کشورهای یاری دهنده به مردم سوری خواسته از طرح کمک 3 میلیارد دلاری به پناهندگان سوری ساکن در ترکیه، لبنان، عراق مصر حمایت بکنند. کشوری که آنطور که گفته شده علا بر همه وعده ها که از سوی این کشور را صورت گفته تنها 37 درصد اون تأمین شده از ابتدای نارامی ها در سوریه بیش از 160 هزار نفر از مردم غیر نظامی در این کشور به دست رژیم بشار اسد کشته شده و بالغ بر 7 میلیون نفر از مردم این کشور آواره شدند. یک روزنامه محافظ کار به دلیل عدم محکومیت امام جمعه اهل سنت زاهدان از گروه داعش از وی انتقاد کرد. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت مولوی عبدالحمید در حالی که اختلاف میان مسلمانان در کشورهای مختلف را مزمت و برادرکشی در عراق و سوریه را محکوم کرد هیچ اسمی از گروه تروریستی داعش نبرد و حاضر نشد جنایت این گروه را محکوم کند این روزنامه در انتقاد دیگر به مولوی عبدالحمید هم نوشت چرا عبدالحمید حاضر نشد در همایش بررسی وضعیت جهان اسلام که به ابتکار نهاد نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان بر گذار شد سخنرانی کند نادر قاضیپور نماینده مجلس با انتقاد از محمود احمدی نژاد و عملکرد هشت ساله وی او را شایسته تصادی پست ریاست جمهوری ندانست است آقای قاضیپور با اشاره به درگیری احمدی نژاد با نمایندگان مجلس گفته وقتی فردی در شعن ریاست جمهوری نباشد نتیجهش یک شنبه سیاه می شود وی اضافه کرده احمدی نژاد در آن روز در مجلس مسخره شد و رفت و همان روز بود که فاتحه خود را خواند وی درباره اسفندیار رحیم مشایی نیز گفته است وی کار این نبوده و در زمان احمدی نژاد قدرت گرفت مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت مصومیت گوارشی 20 نفر از ساکنان یکی از بلوک های مجتمع مسکونی پیامبر اعظم را روانه مراکز درمانی کرد و تا کنون سه نفر جان خود را از دست دادن. عبدالله نوروزیان گفته بررسی ها برای مشخص شدن دلیل این مسمومیت همچنان ادامه دارد و در تحقیقات صورت گرفته احتمال بروز مسمومیت به دلیل استنشاق گاز ناشی از قرص سمی در یکی از واحدهای مسکونی قوت گرفته است. در حالی که پس از سخنرانی علی خامنه علیه مشی وزارت علوم تلاش ها برای استیزاه رضا فرجی دونا افزایش یافته اما هنوز هیئت رئیسه مجلس این طرح را اعلام وصول نکرده است قرار است نشست مشترک میان استیزاح کنندگان با علی لاریجانی و فرجی دانا قبل از جلسه علنی روز سهشنبه انجام شود تا با کت منشی رئیس مجلس استیزاه ملغا شود در همین حال تعدادی از استادان دانشگاه ایران نامی را در حمایت از وزیر علوم خطاب رئیس مجلس امضا کردند انتصابات و تغییرات وزارت علوم در دوره رضا فرجی دانا وزیر علوم حسن روحانی با انتقاد و اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس و در صدر آنان اعضای جبهه پایداری روبرو شده است این افراد طرح استیزاه وزیر علوم را نهایتا به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند که تاکنون اعلام وصول نشده است تحلیلگران بر این نظرند که موضوع استیزاه وزیر به خصوص پس از آنکه وزیر علوم دولت روحانی پرونده بورسیه های غیر قانونی دولت احمدی نژاد را افشا کرد جدیتر شده و در ضمن بیشتر با هدف ها و سهم خواهی های سیاسی دنبال می شود در همین حال حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس نهم گفته که هیئت رئیسه مجلس هنوز درباره اعلام وصول استیزاه وزیر علوم تصمیم نگرفته و این طرح تا روز سهشنبه اعلام وصول نخواهد شد قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که پس از طرح استیزای هیئت رئیسه مجلس و به خصوص علی لاریجانی میخواهند با کت خدا منشی موضوع را حل کنند به گفته وی اما نمایندگان در این زمینه خواستار اجرایی شدن قانون هستند زیرا مهلت های لازم به وزیر علوم داده شده است سخنگوی کمیسیون آموزش با اشاره به رایزنی نمایندگان با هیئت رئیسه مجلس برای اعلام وصول استیزاه وزیر علوم افزود آقای لاریجانی گفتند اگر وزارت علوم قول دهد که خواسته منطقی نمایندگان را اجرایی کند میتوان در این زمینه تصمیم دیگری گرفت به گفته او قرار است امروز دوشنبه نشستی مشترک با حضور رئیس مجلس وزیر علوم و نمایندگان استیزاه کننده برگزار شود در رویدادی دیگر مرتبط با خبر استیزاه احتمالی رضا فرجی دانا وزیر علوم برخی رسانه های داخلی شمار امضاهای استادان دانشگاه حامی رضا فرجی دانا افزایش یافته و به 900 امضا رسیده است در این باره روزنامه شرق چاپ تهران نوشت هرچند که حدود 900 استاد دانشگاه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از وزیر علوم حمایت کردند اما کمیسیون مجلس با اکثریت نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری تمام قد برای استیضاح وزیر ایستاده است این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو و اصولگرای مجلس که چندی پیش دولت حسن روحانی را به براندازی متهم کرده بود و قبل از آن در یک نطق در سحن مجلس از دولت پرسیده بود که زیر لحاف اعتدال چه می گذرد اکنون تاکید دارد که منتقدان وزارت علوم با رضا فرجی دانا به تفاهم نرسیدند و با توجه به سخنان اخیر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره دانشگاه ها کنندگان مصمم هستند. رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه گذشته در سخنانی گفته بود فعالیت جریان های سیاسی در دانشگاه ها و تبدیل شدن دانشگاه ها به باشگاه سیاسی سمی مهلک برای حرکت علمی ایران است. او در دیدار با صدها تن از استادان دانشگاه از مسئولان وزارت علوم خواست مانع فعالیت جریان های سیاسی در دانشگاه ها شوند تا به گفته او آرامش در دانشگاه ها حفظ شود پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی وزارت علوم ایران در بیانیه ای اعلام کرد که این وزارتخانه ارشاد آیت الله خامنه ای را به عنوان سیاست راهبردی خود برگزیده است اما در همین حال محمد رضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس نهم با انتقاد از طراحان استیزاه وزیر علوم طرح استیزاه رضا فرجی دانا را سیاسی کاری توصیف کرد و به روزنامه شرق گفت که چرا نمایندگان در دوره تقلیل فضای علمی دانشگاه در دوره های پیش سکوت کردند و همه چیز به باور ایشان گل و بلبل بود چه کسی قرار است پاسخگوی حقوق تزیه شده دانشجویان محروم از تحصیل در گذشته باشد گفتنی است روز چهارم تیر ماه درخواست استیزاه وزیر علوم تحقیقات و فناوری رسما با شست امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد بیشتر امضا کنندگان طرح استیزاه وزیر علوم اعضای جبهه پایداری هستند که گروه حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در مجلس به شمار می روند و از شاگردان محمد تقی مسواه یزدی از مخالفان روحانی هستند با این گزارش به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. همراه با همکارانم در گروه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو می کنم.